بخشیده بروزی زبانی تاجیکی جمهوری تاجیکستان در کاخ فرهنگی سوغدیان شهر خوجند چاربینی فرهنگی با اشتراک رئیس شهر برگزار شد. رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده حاضرین را با این روزی خاطرمان تبریک و مبارک باد نموده، قید نمود که زبانی تاجیکی میراث بزرگی یگانه نکنامی ما، ریشه پیوندی نسل به نسل ملت را رو به ترقیات آورده، ریشه عمر ملتمان را آب حیات بخش داده است. زبان ملی زیر تاثیر عاملهای گوناگون منفی میتواند عامل هجوم عنصرهای بیگانه قرار گرفتد، معیارهای ادبی را خلالدار گردد و زبان جایگاه اصلی خود را در جامعه از دست دهد. وظیفه ما مخصوصا عالمان و دانشمندان و اهل زیای برز از آن عبارت است که در شرایط رشد باثبات علم و تخنیکی معاصر قدرت زبان مادریمان را باسند افزود نموده، با استفاده از ثروت بزرگی لغوی زبان تاجیکی آن را همقدمی زبانه گردانیم. در چاربینی امروزینه شاعر خلق تاجیک فرزانه نیز شرکت ورزید، نامبرده نیز هموطنان را با این روزی فرح بخش تهنیت گفته، درباره تاریخ زبانی تاجیکی یک چند معلومات ها را پیشنهاد نمود. من همه شما را با این فصل به گفتی خوجندی ها اید اید کام میگویند، یعنی اید ها سلسلوی پشتی ها میگویند با روزی بزرگداری آدم و شعرها رودکی، با روزی عزیزداری مولانا بلخی، مولانا جلال الدین بلخی جهان افروز و جان افروزی ما، با روزی آموزگاران و افروزندگان و با همین روز روزی تجلیل زبان مادری ما شادباد میگویم. زبان تاجیکی تاریخی خیلی قدیمه داشته، یکی از زبانهای بوستانترین جهان به شمار میرود، زیرا محض زبانی تاجیکی بود که نویسندگانی بزرگ به مانند رودکی، خیام، فردوسی، جامی، سینو و دیگران اثرها ایجاد کردند. حالا باشد در دنیا با این زبان بیش از 44 میلیون نفر گپ میزنند، در عرصه بین المللی نیز مقامی با نفوذ داشته، از نسل دوری هزار ساله تا زمان استقلال تاجیکان آمده رسیده است. بنابراین حفظ این نعمت بی‌بها وظیفه هر یک شخصی وطن دوست به می‌رود. مقصد از برگزار نمودن چاربینی امروزه این پاس داشتن و نگاه داشتن زبان دولتی تاجیکستان، زبان تاجیکی که تاریخ خیلی قدیم و کهن دارد و امروز ما کارمندان ساحه معارف وظیفه‌دار از آن هستیم که نسل نورس را در روحیه خشتنشناسی و خودآگاهی ملی تربیه نماییم و زبان نوب تاجیکی که از رودکی و فردوسی و جامی و خیام و مولانای روم میراث مانده است پاک و بی آلایش نگاه داریم. زبان تاجیکی لحن فرشته، زنور و نور الفاظش سرشته، در عالم هر کجای یک پری است، زبان مادری او دری است. چاربینی فرهنگی امروزینه با نمایشنامه اشعار زندگی نامه شاعر زبردست تاجیک کمال خوجندی دوام یافت. در این نمایشنامه تا کدام اندازه میل ایجادکاری داشتنی نویسنده و عشق پاک این شخص را منظور تماشابینان گردانیده شد. با برآمد کردن حافظان استرادی ولایت سوخ چاربینی مذکور به اتمام رسید. گزارش رخشان عثمانوه و شهرت حمیدوف برای برنامه اطلاعاتی نگاهی دیار.